بسم الله الرحمن الرحیم محترم اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت آمه مهمانان گنابی و رسانه محترم به کنفرانس خبری وزارت صحت آمه پیرامون آخرین جزیات در مورد ویروس کرونا خوش آمدید در آغاز از سمسور سب خواهش میکنیم تا پیرامون موضوع صحبت داشته باشند و در تقیبشان سوالات که شما رسانه محترم روان کردین جواب خواهند داد سمسور بفرمید تشکر بسیار زیاد بسم الله الرحمن الرحیم سلامون اونیک هیله په اول کې د 300000 ساتو د كورونا یا د کووېډنونو سره شریکو م په 300000 ساتو نو کې یو سل او و اتیا مشکوکه پیخي په لابراتوارونو کې ازمایښوي یعنی 178 واقعي مشکوک در د لابراتوارې دولت وزارت ساتو ما تہ ته از موش قرار گرفت چې په ټوله کې شپک ډیر سواقي مثبت وي چې د ټولو مثبت او واقعي شمیر شپک ډیر زرا و سو او دوه اتیا ته رسیږي خوشبختانه در 24 ساعت گذشته مو هیڅ فوتي نه داشتیم او تعداد فوتي های ما 1288 فعلاً هست د د فیصدي کسایي کې شفایاب شول په 70 فیصد میرسه که افتاد فیصد کسایی که مصاب با ویروس کرونا شده بودن همیشان شفایاب شدن این درباره ارقام 24 ساعت گذشته در پالو یزی ما از شفخانها یک بررسی روزمره داریم به خاطر که وزارت صحت ما نگرانی داره که بعد از خدا نخواسته واقعیت بسیار زیاد نشه به خاطر که وقتی که یک فرد مصاب میشه از 5 الا 14 روزه میگیره تا اراز و ما نشان بده و فعلا امروز ما راپوری را که از شفخانه های مختلف گرفتیم وضعیت خوب است یعنی واقعیات او پی دی در شفخانه های کووید 19 بیشتر نشده و تعداد کسایی که بستریم هستند زیاد نیستند در هرات در کل ما پینجا افتاد نفر در داخل بستر داریم یعنی مریضای کووید 19 و در امی سه چار روزی اید فقط پینجا نفر در او مراجعه کرده بودند یعنی مراجعه او پی دی بسیار زیاد نبوده نگرهار او پی دی ما نداشتیم می چهار روز گذشته یعنی مراجعه نبوده و فقط چهار نفر ای پی دی آه در پی داریم در شفخانه علی جینا و شفخانه افغان جاپان صحبت کنیم آ در شفخانه افغان جاپان سی نفر آی پی دی داریم و او پی دی در روزای اید کمتر بوده یعنی توری نشده که او پی دی در شفخانه بیشتر شده پس یک, یک وضعیت عمومی را نشان میده که قبل از اید آیا مردم به سفارشات وزارت سرطامه او را تدبیق کرده یا یعنی نه مسابیت ویروس زیاد است یا نه فعلا نشف خانم خبری را که ما داریم او نشان میده که مسابیت افراد زیاد نیست مگر فعلا آمادگی وزارت سرطاما آمادگی کامل داره که شاید دو هفته بعد از اید واقعیت بیشتر شود و های ما در ایشف خانه دکتر سایبای ما که هستند و مو مګم چې د مو حالت الارټ استان یعنی د حالت آمادهباش استان چې اگر خدانخواسته واقعيات زیات شوه به مریضای چې به شفخانا مراجعه کوي یو خدمات یا مراقبتهای دروستري را بريزا وړانده کونه Uh, روزای عيد در پلوه یازي روزای عيد uh, uh, تیمهای وزارت صحت عامه به 4 تیم uh, تقسیم شوهند چې وزیر صاحب خپلهش از وزارت لو, از ولایت لوګر یو بازدید داشتهند وزیر صاحب او تیم سره لوګر ته لاړل ترڅو د کووډنونو شفخانه او نور صحی سیستم ویني کارمندان ویني چې آیا د اخترپور را سيخي خدمات کیږي یو معين صاحب پروان طلاول اول ته ولیدل چې سيخي خدمات د اخترپور را زو کې ارزکيږي کنه کې معين صاحب د ارزې خدمات او ورډګو ته سفر وک 400 ویني چې ال خدمات څنګه دي د دې ترڅنګ وزیر صاحب بیا پر د اخترپور استه را زو کې د سمنګان او بلخ ولایتونو م لیدنه وکړه چې وګوري چې سیهی خدمات الته څنګه دي معمولا در سیستم سیهی ما میگم که همیشه روزای رخصتی یا روزای که تعطیل باشه د او روزا کیفیت خدمات ضعیفتر میشه و می خاطر تیم های مختلف وزارت صحت از شفخانه مختلف از ولایت مختلف دیدن کردند تا ما مطمئن شیم که کیفیت خدمات در روزهای تعطیل یا روزهای اید کیفیتشان پایین نبیاید در پالوی ویروس کرونا یک نگرانی دیگه که ما همیشه در هر اید داشته می باشیم و ویروس کانگو هست و درباره ویروس کانگو قبل از اید در سی و چار ولایت ما کمیته زونوتیک داریم یعنی امراضی که از حیوانات به انسان انتقال پیدا میکنه کمیته های زونوتیک است که ریاست صحت آمه، ریاست زراعت و مالداری در هر ولایت کمیته مشترک جور میکنه و این کمیته ها و تیم های بررسی کمیته زونوتیک از تمام جاهایی که مسلک هایی که دوجه حیوانات قربانی فروخته می از از دیدن کرد آگاهی برنامه آگاهی آمد داشتن حیواناتی که برای قربانی فروخته می او را دواپاشی کرد تا ما امی تهدید ویروس کانگو را کمتر بسازیم دیگه فعلا قبل از وقت است که ما بگوییم که آیا واقعیت کانگوی ما بیشتر میشه یا نمیشه به خاطر که پنج الا روز به کار است که ما بفهمیم که در روزای عید چقدر مرض از سبب حیواناتی که در قربانی برای قربانی ذبح شده مرض انتقال پیدا کرده مگر این فعالیتایی است که کمیته ولایتی زونوتیک در سی و چار ولایت ایران انجام داده و وزارت سیاتامه از تمام کومېټه حي <متحای> ولایتي تشکرې میکنه چې وا په پالوی ازي کې الیه کرونا مبارزه میکنه کوشش کړي د دې تهدید ویروس کرونا ګور هم کم تر بسازه و آخرین موضوع را که میخوایم امروز شما شریک کنم او درباره باز شدن مکاتب و پانتونا هست. تقریبا یک یک ما قبل میارات مشخص را وزارت سلطان ما امروز وزارت محترم معرف و وزارت محترم تحصیلات عالی شریک ساخته که مکاتب و پانتونا باید مطابق همی میارات آماده شود تا ما تدریجی با صورت تدریجی مکاتب و با پانتونا را باز کنیم فعلا هم استاندارد یا میاره که به سطح جهان استفاده میشه او فیصدی ماینات که روزمره مثبت میشه یعنی در دیگه دنیا وقتی که فیصدی ماینات مثبت شدن ماینات از 5 فیصد کمتر شوه و فکر میکنه که مکتب رستوران یا پانتونا باید باز کنیم فیلن فیصدی را اگر ما میبینیم فیصدی ما بیست الا سی فیصد هست یعنی بسیار یک رای طولانی داریم که ایره با پنج فیصد وقتی که برسه باز یک تصمیم کلی گرفته شود که آیا مکاتب یا پانتونا باز شود یا خیر میارات شریک ساخته شده در میارات سه ساحه مشخص با امرای وزارت معرف و وزارت تحصیلات عالی شریک ساخته یک محیط مکتب و پانتون است که در محیط مکتب و پانتون چیزی که بسیار ضروری است که آیا ما برای دست اما سهولیات مناسب در داخل مکتب بانتون داریم چی مایه زده فونی باشه چی دشستن توسط صابون و آب باشه ایره در مکتب یا در دا پانتون داریم یا نه دوم استفاده از ماسک است که تمام شاگردای مسئلین که داخل مکتب میشه در یک فضای بسته داخل میشه آیا ماسک هست یا نیست سیوم محیط مکتب مثلا میز است چاوکی است یا سطوحی است که امکان عزیز زیاد است که شاگرده او را بیشتر لمس کنه آیا او ضد فونی میشه حداقل در شروع روز و در ختم روز یا اگر چند صنف باشه در شروع صنف و در ختم صنف که ضد فونی میشه یا نمیشه و امو لوازم مناسب دا مکتب دا پانتون موجود هست که ای کارا را روزمره انجام بده یا انجام نده ساحه دوم آگاهی خود مسئلین شاگردا والدین و استادان هستند که آیا و آگاهی کافی درباره کرونا و آراز علایم کرونا داره و وقتی که یک شاگرد یا محصل ناجور میشه آیا او آگاهی داره که او به سنف بره یا نره اگر به صنف میایه خطراتش چی است اگر مثلا وقتی نمیایه مکتب یا معلم یا بانتون در جریان میگذاره که او, او غیر میشه یا نمیشه ای چیزایی است که گفته شده ای دوم است سیوم وقتی که در یک مکتب خدا نخواسته یک استاد مثبت میشه یا یک شاگرد مثبت میشه باز باید چی کنیم آیا یا شماری تیم های مربوطه سرویلانس داره که برای از زنگ بزنه و بیاین سمپلگیری بی انجام بده و ببینه که می سمفه که ده پانزه نفر هستن چند نفرشان مثبت است و باز برای دو هفته وقتی که مکتب مسدود میشه پالیسی های مشخص یا مقررات مشخصی را مکتب یا پانتون داره یا خیر این چیزهایی است که این میارات شریک ساخته شده امروز جلسه کابینه هست امروز در جلسه کابینه تصمیم نهایی در باره باز شدن مکاتب و پانتونا گرفته خواهد شد پیشنهاد وزارت سیعتا ما برای وزارت معرف و وزارت محترم تحصیلات علی می بود که اگر ما بازم می کنیم تدریجی باز کنیم یعنی از سنفای بالا شروع کنیم یک دو سنفا باز کنیم باز وضعیت ببینیم آیستا ایستا سنفا را بیشتر بسازیم و یک درس یا نگرانی که وزارت سیاحت ما داره که مکاتب ابتدایی را باز کردن بسیار زیاد خطر داره انتشار ویروس بیشتر می سازه پس شاید ما در این سال تعلیمی آه آه یعنی امی حالت به آماده نباشه که سنوف ابتدایه را ما باز کنیم و برای از اجازه بتیم که کسایی که در درس ابتدایه یا در صنوف ابتدایی هستند و بیاین به مکاتب و خاطر که اطفال خورتر بسیار مشکل است که وا از ماسک استفاده کنه سفارشات مو دو متری را مراد کنه و یک ترسی است که او ترس که در دیگه دنیا ای تجربه شده در دیگه ممالک که شاگردای مکتب ویروس از مکتب خود میاره به خانه خودشان هیچ آراز و علایم داشته نمی باشه و ویروس برای پدر مادر پدر کلان مادر کلان خود انتقال می و بازوا چون که سنشان بیشتر می باشه امراض زمینموی داشته می باشه و مرض کووید 19 در این گروپ افراد شدیدتر می باشه و وا ضرورت به شفاخانه داشته می باشه پس این معیارات است و ان امروز در کابینه ای نهایی میشه و فیصله کابینه همراه همگی شریک میشه مگر پیشنهاد وزارت صحت بود که اگر ما بخوایم که گردش ویروس کمتر بسازیم باید مکاتبه تدریجی و پانتونا را تدریجی باز کنیم تشکر بسیار زیاد تشکر سمسو صاحب سوالات که به ما روان کردن برتون میخوانم جدا جدا میخوانم خوام دو سوال داره سوال اول وزیر صحت امروز روز گذشته در بخ گفت که قرار است فردا گزارش واقعی از مرگ میر و شمار مبتلایان به ویروس کرونا را به کابینه ارائه کند جزئیات این گزارش چیست خود سروی تکمیل شده قرار بود که دوشنبه گذشته باید به خاطر که باز جلسه کابینه صورت نگرفت امروز ایران میشه بعد از ای که در کابینه ایران شد تاییدی کابینه گرفته شد انشالله جزیات سروی امرای هم همگی شریک ساخته میشه تشکر سوال دوم پس از ایام اید وضعیت ویروس کرونا چگونه است آیا رو به کاهش است و یا افزایش و چقدر احتمال به میان آمدن موج دوم ویروس کرونا وجود دارد یعنی فعلا وضعیت که ما گفتیم فعلا واقعیات ما روز روزمره کم میشه و شفخانام که ما خبر داریم مریضایی که مراجعه میکنه کمتر هست این یک خوشبینی هست مگر تا دو هفته باید این مسلسل تا دو هفته یعنی چهارده روز بعد از ما ببینیم که حالت چطور بشه فعلا وضعیت ای است که واقعیت کمتر بشه بله موج اول فعلا در موج اول هستیم و موج دوم میایه وقت میایه که هوا سرد شوه و هر چقدر هوا سرد شوه برای ویروس کرونا زمینه را مساعد میکنه تا انتشارش بیشتر شوه فعلا یکی از دلایلی که بالایش بحث میشه مطالعاتی هم صورت گرفته که 20 الا 25 فیصد گردش ویروس هوای گرم و افتاب سوزان کم کرده یعنی زیاد تاثیر نکرده مگر مطالعاتی که در دنیا شده امی هوای گرم 20 الی 25 فیصد گردش یا انتشار ویروس ها کمتر ساخته و وقتی که ما هوا پس سرد شوه ما طرف خزان و زمستان میریم گردش ویروس باز بیشتر میشه تشکر سمزو صاحب سوال دیگه تلویزیونی میبند است یک سوال داره 15 تن از کارمندان کسای وزارت صحت آمه بلوی لوی معرفی شده اند کیها هستند و چرا رهبری وزارت صحت نام آنان را همگونی نکرده آیا نامزد وزیر صحت آمه در همگانی کردن نام این کارمندان که متهم به فساد مالی هستند ناتوان است یک چیز باید واضح بگویم اویی است که دوسیه ها روان شده به سرانوالی، بررسی یا می کمیته که بررسی را انجام داده مطابق امو بررسی دو دوسیه ها روان شده این مربوط سرانوالی میشه که سرانوالی بررسی دقیق خود انجام بده و واقعیت اصلی را پیدا کنه که آیا واقعا کسایی که متهم هستند این کارهای را انجام داده یا نه انجام نداده این را باید واضح کنیم در باره نامایشان میشه که از سرانوالی پرسان کنین بخاطر که تا وقتی که یک شخص فقط متهم باشه مجرم شناخته نشه خوب نیست که نامی از او گرفته شود شاید می کسای دوسیه های کسایی که روان شده شاید نقایص در بررسی باشه یعنی یک احتمال هست دیگه به می خاطر نامه از وا گرفته نمیشه در باری ناتروانی وزیر صاحب شخصا اگر ما برتان بگویم که وزیر صاحب در روز اولم گفت که وزارت در مدتی که ما وزیر هستم و در وزارت هستم کوشش میکنم که کیفیت خدمات خوبتر شود هیچ ترس بدون خدا و بدون ازی که ترسی که اگر خدمات به مردم نرسد دیگه ما هیچ ترس ندارم یعنی این ناتوانی نیست مگر محرمیت افرادی که متهم هستند این یک اصل است باید محرمیت از ما نگاه کنیم تشکر سمسور سوال دیگه از نیوز از گرد شما جواب دادین باز هم اکام چیز آفه میکردین آمار مبتلاین به ویروس کرونا بعد از این افضایش یافته یا کاهش؟ خب فعلا ما ما یک حالتی هستیم که نشان میده که واقعیت امو, امو حالتی که قبل از ای بود امو حالت نگاه کرده یعنی افزایش فعلا ما ندیدیم مگر این قبل از وقت هست ایره باید ببینیم که یک روز دو روز نمیشه حداقل یک هفته بعد از اید یعنی تا روز جمعه را حالت ما نظارت میکنیم که تا روز جمعه چطور میشه باز تا روز جمعه امو حالت ابتدایی برای ما معلوم میشه که بعد از چی امکان پذیر هست و چی امکان یعنی چی شده میتونه تشکر سمسور صاحب سوال دیگه از بی بی سی است آیا سروی که چند هفته قبل از سوی وزارت صحت ما صورت گرفته بود امروز اعلام میشه و جزئیات این سروی چیست شما جواب دین باز نه کردن چیز اضافه میکنید سروی ان شاء تا کابینه پرزنت نشه اگر خود از طرف کابینه یا رئیس جمهور خودشان ارقام شدیک نساختن وزیر صاحب ان شاء در می هفته هفته جاری ارقام شدیک میسازند تشکر سوال دیگه تلویزیون خورشید از یک سوال داره اگر فردا مکاتب و دانشگاه آغاز شود اقدام وزارت صحت آمد در پیوند و فراهم سازی امکانات بهداشتی چیست و چقدر آمادگی دارد و دیدگاه شما در مورد آغاز مکاتب چیست خب درباره امکانات بهداشتی مربوط وزارت معرف و وزارت صحت وزارت تحصیلات عالی میشه که وا باید امی تمام مواد فراهم کنه مربوط از میشه ما به حیث وزارت سیتامه امو راهنمودها یا معیارات را شریک ساختیم که مکاتب و ها را به اینی معیارات باید ما آماده سازیم تا انتشار ویروس یا گردش ویروس در داخل مکتب یا پانتون کمتر باشه یک سوالی که همیشه پرسان میشه و ای است که خب بازارا باز است چرا مکاتب باز نیست چرا پانتونا باز نیست این را باید بیفی واضح بسازیم همیشه ویروس چی وقت انتشار میکنه انتشار وقت میکنه که دو نفر کمتر از دو متر فاصله داشته باشه و پا از پانزده دقیقه بیشتر وقت سپری کنه پس وقتی که شاگردار ما در صنف میشانیم شاگرد مثل بازار نیست در بازار وقتی که خریداری میشه او 15 دقیقه وقت نمیگیره و او فاصله شاید دورتر باشه شاگردار وقتی که در در یک فضای بسته میشانیم او از دو متر کمتر باشه و یک سمف یک ساعت در سی از پازده دقیقه وقت بیشتر می باشه بس انتشار ویروس در اوجا بیشتر می باشه بس به خاطر ما میگیم که این میارات باید در سمف و در مکاتب یک ذره جدی تر در نظر بگیریم تشکر سمسو البته آل بر میگردیم یک سوال میگیریم از تلویزیون یک خب تشکر مدو سوال دارم سمسور صاحب یک سوالم با تکرار امکاری رسانه ما در رابطه به اختلاس است که خود وزیر صاحب هم اعتراف کردن که اختلاس وجود داره میشه بگین که چه چی تعداد نفر شما به دادستانی کل در رابطه به اختلاس معرفی کردین و این اختلاس ها در کجا ها صورت گرفته یک سوال و سوال بعدی دیگر که سفارت افغانستان در اسلام آباد در یک نامه به وزارت خارجه فرستاده در این نامه گفته شده که سی و دستگاه منتلاتور که گفته شده بود که به پاکستان قاچاق شده و منابع به یا تماس گرفته گفته که این دستگاه فعلا در پاکستان قاچاق است و در بدل هشت هزار دلار قرار است یا به حکومت افغانستان به فروش برسانند در رابطه هم میشه جزیات بتوین که چی گونه است تشکر بفهم خود درباره اختلاس باید بگویم که 15 دوسیه است افراد از 15 بیشتر است بخاطر که دوسیه ها را وقتی که روان میکنیم دو یک دوسیه در یک دوسیه یک نفر نمی باشه و بررسی ابتدایی ما را نشان میده که اختلاس یا مفساد مالی صورت گرفته مگر باید یک بررسی دقیق تر شود که شواهد پیدا شود که آیا واقعا نمی کسایی که متهم هستند یا واقعا مجرم شناخته میشه یا نمیشه در خود وزارت ستام است و در ولایات هم هست با خاطر که میفنده که به ولایت روان شده یا پیسی یک که به ولایت روان شده در اوجه ما بیشتر مشکلات را داشتیم پس بعضی از ولایت ها هم هست که وقتی که ما وزیر صاحب خودش سفر داشتن در دا اوجه یک تیم مشخص جور کردن که ما از سیستم یا شفخانه بازدید میکردیم یک تیم مالی اما اسناد استفاده پول کرونا را در داخل ولایت که صورت گرفت و او را بررسی میکرد و تا ختم روز یک روز دو روز که سفر میداشتیم و هم راپور خودمه داد که خود خب چی مشکلات. و این ها روان شده دیگه سرانوالی تحقیق خود میکنه شاید در یک چند ماه آینده معلوم شود که می کسایی که متهم هستند واقعا مجرم شناخته میشه یا نه یعنی. درباره ونتیلاتورها اگر ما بگوییم مکتوبی که سفارت پاکستان روان کرده در اون نوشته شده که ونتیلاتورها قاچاق نشده ما خودم خواندیم و در اون مکتوب امیتور واضح هست ی یک, یک چیزی هست که ادعای که شده بود که وینتلاتور های کمکی قاچاق شده امور ره بازرسم بازرس باز رد کرده و هم در شروع وزارت سعتعامه رد کرده بود که وینتلاتور های کمکی قاچاق نشده یا در ستاک مرکزی یا در ولایات فعلا موجود هست و مکتوبی که از طرف ریاست جمهوری وزارت خارجه روان شده بود خود سفارت هم ایره رد کرده که ما خود ما دیدیم البته وا از کسایی که دخیل هستن از وا پرسان کرده بود مطابق معلومات خود گفته که نه ای وینتلاتورا یا ای سیریال نمبر ها را که دادین این سیریال نمبر ها فعلا در پاکستان موجود نیست تشکر یک سوال میگیریم سمسور اگر پانتونا و مکاتب آغاز شوه بعدا ویروس شیو پیدا کنه اقدام شما چی خواهد بود؟ خو شرایط می بینیم هر چقدر اگر شیوع ویروس بیشتر شود باز پس ما مسلم در دیگه ما که تجربه شده پس بسته میشه بخاطر که بریازی که ما انتشار ویروس کمتر بسازیم در تمام دنیا دو شیوه است سابق یک یک شیوه بود او شیوه بسته کردن بازار و کار و همه چیز بود فعلا گفته میشه که در پالوی از این ماسک هم بسیار موثر است هر چقدر استفاده ماسک بیشتر شود شاید ما ضرورت کمتر به این احساس کنیم که ما مکمل شهر یا پانتون یا مکتب بسته کنیم دیگه اگر از ماسک بیشتر استفاده شود شاید ضرورت پیدا نکنیم مگر اگر انتشار ویروس بیشتر شود ما ناگوزیر می باشیم که پس با محالت ابتدایی بریم که محدودیت های قرانتین بیشتر بسازیم تشکر در آخری یک بار دیگر از محترم اکمل سمسور خنگوی وزارت ساعت تامس میکنیم کنفرانس ما جا به پایان رسید وقت خوش آه. تشکر